ببین کی اومده. رامبد اصل جنس آوردیم. خلاص تمام. سلام. شاکرتون. حالا چطوره؟ وای آدم هم شهری بازی در نیاریم ولی در بیاریم. در بیاریم. نصر الله بوسه بده. بوسه بده اول کاری وجدانندی اونم کردی. قربونت برم. بوی آبادان اوفی. رامبد اشکم در میاد وجدانن الان. عزیزم. شاکرتون. من یه سوال همیشه داشتم وقتی میدیدم شیش موقع قربونت برم. دیوونتم نصر الله دیوونتم اصلا کپ کردم. دیوونتم تا بچه کجا آبادانی؟ به چه این محلی یا به چه این محلی سی اینو بگو. بچه این محلی سی برو اوفه. دیوونتم ما بچه کجا آبادانی؟ ما بچه جنوبم. کل جنوب؟ آره کل جنوب. به یه آبادانی میگن کجا میشینین؟ میگه آبادانی. میگه آبادان زندگی میکنی؟ میگه ها کجاش میشینی؟ میگه هر جا خسته بشم. یعنی کجا میشینی منظورش بوده کدوم منطقه هست؟ هر جا خسته بشم میشینی. تو الان کجا نجدی؟ کجا به دنیا اومدی؟ وجدانن هر جا که خسته بشم. میگه کجا به دنیا اومدی؟ هر جا خسته بشم. هر جا خسته بشم به دنیا اومدی. رامبد نمک خالص نیست؟ آره واقعا. نه جدا. آره واقعا. خیار کاش داشتیم اینجا الان میخوام نصرالله رو میپاشیدیم روش. چی خیار؟ نصرالله میپاشیدیم رو خیاره. خیلی قشنگه. رنگ پوستش داری یعنی قشنگتر این ممکنه دیگه. آره دیگه خودشه دیگه. باحالتر این ممکنه اصلا در جهان. خودشه. لهجه قشنگتر این لهجه تو جهان وجود داره یا نه؟ نه نداره. خدا وکیلی نداره. زبون چرا؟ زبون زبونای قشنگی داریم توی مملکت ولی لهجه خدای لهجه درست. آقا جناب خان صورت میخندی؟ خب قشنگ داره میگه. خب آره خب خندیدم به هر کدوم صورت بد میگه. آره میگه صورت به همه بعضی وقت. نه نه برام بود صورت آدم به هر کسی میفهمم صورت آدم به هر کسی میفهمم. نه دارمت یه طوری بیا یه طوری جناب خان حرکت دست داری رام بود دیونه کنن این حرکت آبادانیه؟ اصلا کلن آبادانی ها جناب خان کوکا قربونت برم. کا بگم یا کوکا هر چی عشقت میکشه باشه جناب خان میگم نوکرتم. خب کوکا آبادانی ها من یک کشف کردم. کشف کردی؟ چرا با لهجت حرف نمیزنی؟ آبادانی صحبت کنم؟ آره خیلی وقت دور شدیم بشیم بلند نیزیم تو بغ میزنیم کتر میکنم کننده هر جا دیدیم اومد تو صحبت یه صورت بهش بگو تمام. چیزه آبادانی ها یه چیز جالب دارن آقا اکثرشون من دقت کردم یه مدل را میرن مگه میشه ترکا یه جور راه نمیرن ولی آبادانی ها من سالهاست اینو کشف کردم راه رفتنشون یه جور یعنی میتونم بلند شدم یه کم استایل داره استایل داره اجازه میدید شاکرتم نظر الله شاکرتم باید یه دنده چنده انداختیش تو چار آبادانی ها نیمه کن من یه رفیقی داشتم که یالله توبه ماشاءالله برو هیچی ماشاءالله ماشاءالله ایوالله الله خیلی آقا آبادانی ها اکثرا یه استایل دارن دقت کن و خیلی هم استاد قشنگی ها پا هم هفت دیده نمیشه خب میتونم بیام رو میز نه نکن اینجوری نکن جناب خان جناب خان اینطوری هستیم یا نیستیم اگه بیاد اینجا دیده میشه نه جدی بیا اینجا اینو من کشف کردم سال هاست یعنی از راه رفتن یه آبادانی میفهمی آبادانیه جدی ها این هفت که نمیتونم قدم بزنم ولی جمعش میکنم نکن آمود جان پارو اشتو باش آه بله چی؟ اینطوری این دسته من؟ یعنی تو از دورم یه آبادانی رو ببینی نشنوی این هست حالا این گاهی موقع مثلا تو مثلا یه مسئولیتی داری تو آبادان یه کسی پستی داری اینقدر نیست دیگه جمع کرد مثلا در این حد میشه بله کارا بین انجام بدی و این بینا برسیم بعد خیابونی که میشه مثلا حالا پستی نداره هنوز این دیگه بیشتر میشه چرا خواهی تو که بیرم؟ رامبد ریتم داره رنگ داره بعد صحبت حرکاتتون ریتم خیلی داره خیلی قشنگه همه من فکر کنم همه چیز ریتم داره آره همه چیز و نمیشه بگیم این ریتم داره شما ریتمتون سریعتر و تندتر و ریتم عجیب غریبیه و گاهی تو صحبت کردن شما مثلا امید جهان دوست عزیزم امید جان از خواننده های کار درست آخه خدا رحمت کنه باباشو امید جان یه چیزی هم از محمود جان مرحوم محمود جان تو ذهنم فکر کردم میخوام بهت بگم یه یادی ازش بکنی میگه داغت نمیدونم داغت نبینم این داغت نمیدونم به یاد محمود حداقل توی برنامه بگو چا همین برنامه همین دلم رفت فراش خب قربونت برم یا الله همیشه به من میگفت داغت نمیدونم داغت نمیدونم
روی شاد. ها بیان بیرون رامبو شاد رامبو. بله. آبادان جدی دارم میگم. خب. یه تیکه عجیبی از خاک جهان جدا دارم میگم و لهجه عجیب آدما باحال با این که خیلی سختی تو خوزستان وجود داره و یه شادی عجیبی تو کوچه های آبادان در جریانه. خاکشه نمیدونم دیوونه شم. خاکشه کوکای ما دیوارا شم نمیدونم آدما شن واقعا. میگه ننه اعلام دختره دوباره دلم ننه اعلام دختره دوباره دلم پدر و امی کنی یا سر بشکنم تو آبادان دنیا ساکتن تیم صنعت امشو راحتن تیم صنعت امشو راحتن دیونه کنم دست وجدان جناب خان جان دلم یه رفیق دارم پویان رومزی وی چه اسمی داره؟ تا اینجاش که ترجم ندارم نه تو هم میگوشم قشنگ بود رومزی رامرموزه پویان رومزی سرائه یه ترانه سالها پیش برای من گفته بود اجازه دارم به عشق جناب خان حتما عالیه به عشق برنامه جان دلم رادش متوکا اول اگه اجازه بدین دیکلمش کنم بعد میخونی بعد یه کوچولو شو بخونم چون با موزیک خیلی تنظیم نمیشم میگه سر لینمون صدای لیله و بازی میاد یالا مدلم هوای خارک میکنه رطب میخواد میرسم به فصل آخر آخرش چی میخوابشه جایی که عروس میره دوماد میاد هوا پسه وی. یه طرف صدای نیمبون آواز میرسه یه طرف صدای دعوا بوی آوار میرسه دوماد از عروس خانم 50 سالی بزرگتره خیلی ها یواش میگن عروس خانم چقدر خیره ولی خب دوماد که پول داره بابا بمیره پول و پلش سر میخوره تو دست و پا بابای عروس میگه ساده نشو زنش نشو شو لولی تنگ نولی تنگ نولی تنگ نو جان جان چی؟ آخرش چی بود؟ شو لولی تنگ نولی تنگ نولی تنگ نو تنگ نو بله بله لپ پک پتک بلش پیل پلو چرا این زندگی رام بود پولکی شده کسی به عاشقی رو نمی کنه کسی به یه پول زحمت کشیده کسی به سادگی خو نمی کنه بیا تا کنار بیایم با سادگی بیا تا کنار بیایم با سادگی لیتلینگه 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 لادگی تمام چقدر قشنگ قاف قاف قافلتی قاف قاف قافلتی قاف قاف قافلتی قاف قاف قافلتی یه قاجز یه قاجز یه قاجز یه قاجز یه قاجز هندبونه فرنگیش با قرملونه خنده فنه شو لولی تنگنو 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 شو لولی تنگنو 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 اشیم بوشیشیم بلش هفتالو اشوبولیشیم بلکو آلبالو اشوبولیشیم بلکو آلبالو دوستی خوبی خوبی ماشاءالله دوستی خوش بودن محبتی ماشاءالله رام بود این شعر این قد با معنا بود این ترانه سراش الان با هاتونه دیونه کننده بود درکش قدرشو بدونین کی؟ این ترانه سراش از جنگ هم میپسلیه نه بابا گوشیم ببین چی گفته اون سمان عجب شعریه رام بود نصرالله جان توی اصل شعر این شیمبل لو آلبالو بود یا شیمبل کو آلبالو با رخصت از ترانه سرای محترم جناب آقای ارژنگ علی فضلی کوشی موشی شیم پل شفتالو شوپو اینجاش عمیقه اینجاش عمیقه بله بله شوپو دی شیم پل کو آلبالو یعنی میپرسه آلبالو کجا وح 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 آخرش که میگفت دوستی خوبی خوبی دوستی دوستی خوش بودن محبتی چه خوش از خوب بودن آخ خوبی بح بح. از چه میپرسی محبت کوشی آفرین این دو بیت رو رام بود این شعر معنی داره نه او دوه دوه شما دیدی بله. حال کردی بله بله پر از معنا شوبوی شیمبل کو آلبالو بعد شما دوه دوه فلان داری چی کار میکنی ماله گل بول کار خوبی که در خدمت دوستان هستیم خیلی کار خوب خیلی کار خوب در جیه و خیلی راضی هم چون علاوه بر اینکه کار خیلی کار
درست و خوبیه تو پخشش وقتی می لذت میبری جوش رو بود جوش یعنی کوکا حالتو خوب میکنه کار تموم میشه نمیخوای بری خونه اینو من خیلی دوست دارم عالیه. بعد از سالها برام این اتفاق افتاد که اینقدر جو خوب یه کاری هم صحبت کردیم برای نوروز رامبو این شعرهای پرمعنی نصرالله موقع کم نداشت جدی یه شعر داشت زندگی منو عوض کرد رامبو اینقدر که این پرمعنی بود واقعا شنگ بود میگم ساحل دنیای ببینید چه خشنگه آخو نگ بیسکویته تو خونه کس ندیده آخو نگ بیسکویته کاسه ما علت لیته یکی عیدی میگیره یکی داره میایه ساحل دنیای ببینید چه خشنگه دیوونه کننده بود رامبو اینم عمیقه اینم عمیقه در خدمت آقای نادر سلیمانی بودیم با نادر خوندیم اینم هم نکاتش نکاتشو الان تو بشکاف بابا نکاتشو بگو نصرالله بشکاف نکاتشو برامون خب میگه کاسه مال بگو یه دور بخون ساحل دریای ببین چه قشنگه رنگ ماهی سفیده تو خونه کس ندیده تو خونه کس ندیده این از کجا میدونسته شاعر این از کجا اون موقع میدونسته شاکرم دمت گرم اومدی فدات مخلصم رادش عشق کردم باز میفهمی باز عشق کردم عزیزم لبو بزن لبو نه چون خورد کردی دارم میخوام آبادانی تو شهر خوبانی آبادانی تو شهر خوبانی برون شهرم برم شهر دل ایرانی شهر دل ایرانی آبادانی والله تو شهر خوبانی آبادانی الله تو شهر خوبانی قربون شهرم برم شهر دل ایرانی ولا شهر دل ایرانی